ستین یک ساعت افتضاح بازی کردیم. از تیمم راضی نیستم و از نتیجه چرا؟ تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید. که ستین سرمربی بارسا نمایش تیمش برابر ایبزا در یک ساعت اول بازی را زیر سوال برد. بارسلونا امشب با سختی و با دبل گریزمان در نیمه دوم از سر حریف دست سومی ایبزا گذشت و راهی یک هشتمی نهایی کوپا دل ری شد. ولی گریزمان دقایق 72 و 94 دو گل زد و مانع یک تراژدی بزرگ شد. که ستین سرمربی بارسا در پایان بازی گفت: میدانستیم که بازی واقعا دشواری خواهد شد. ایبزا حریف آسانی نبود و بازی بسیار خوبی ارائه داد. به خصوص در کارهای دفاعی عالی بودند و روی گلی که زدن نیز خوب و با دقت کار کردن. گلی که زد به آنها اعتماد به نفس داد و برعکس کار ما برای گلزنی را دشوار کرد. ما خودمان به ایبزا جان تازه‌ای دادیم. به حریف تبریک میگویم چون خوب و سازوارانه بازی کرد. اما فوتبال 90 دقیقه است و ما با حفظ توپ آنها را خسته کرده بودیم و در نهایت توانستیم دو گل بزنیم و پیروز شویم. از این پیروزی راضی هستم و از اینکه بازیکنانم روی برنامه‌های تاکتیکی اصرار داشتن، ولی از شکل بازی راضی نیستم. بازی قبل برابر گرانادا مالکیت زیادی روی توپ و میدان داشتیم و امروز بسیار بی‌دقت بودیم و به حریف زندگی بخشیدیم. گل زود هنگامی که دریافت کردیم باعث شد کار ما برابر تیمی که روحیه مضاعفی گرفته بود دشوارتر شود. ممکن بود این بازی را ببازیم و در این وضعیت نیز قرار گرفته بودیم. وقتی یک تک بازی باید حکم صعود را بدهد، احتمال هر اتفاقی خواهد بود. اگر بازی برگشتی در کار بود، شرایط کاملا متفاوت میشد. این بازی ها مثل طلا هستند. برای بیزا بازی امشب مرگ و زندگی بود و فوق العاده با انگیزه کار کردند. فقط سه شد بعد دروازه. این نتیجه کارهای دفاعی عالی بیزا هست و باید به آنها تبریک گفت. بازی برابر این تیم کار ساده ای نبود و ما عذاب کشیدیم. یک ساعت نمایش افتضاح. بله، اصلا از تیمم در یک ساعت اول خوشم نیامد و انتظار یک بازی کاملا متفاوت را داشتم. اما خوب، بازی در این زمین برابر حریفی با انگیزه دشوار هست. آنها منتظر ضد حمله بودند و همه نیز با هم دفاع میکردند. اصلا بازی راحتی نبود، ولی دوست داشتم دقت بیشتری به خرج میدادیم. از این بازی میتوان برای آینده درس گرفت. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.